درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. 5 تا اصطلاح کاربردی که تو آلمان خیلی استفاده میکنه، آلمان، اتریش، سوئیس، فرق نمیکنه. سوئیس. also 5 تا اصطلاح با هم دیگه یاد بگیریم. لطفاً اگر ویدیوها خوشتون میاد واسه دوستاتون بفرستید. این پایین رو گزینه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید تا اگر ویدیو جدید گذاشتم همون لحظه بهتون خبر بده و بتونید ویدیو رو ببینید. اولین اصطلاح جوینده یابنده است. من این روزا خیلی از بچه ها میشنوم کار پیدا نمی کنم. یارو نشسته تو خونه کار پیدا نمی کنه. من نمیدونم تو اون خونه چجوری میخواد کار پیدا بشه و فقط هم به اینترنت و سایت های کاریابی بسنده کردن به درد نمیخوره. کار رو همیشه راحت تر آدم میتونه بره مستقیم سوال کنه. همیشه به بچه ها میگم پرسونلیش بری خیلی بهتر از اینه که نامه برای طرف بفرستی. طرف تو رو میبینه همون لحظه، شاید یه انرژی بگیره ازت و تو رو قبول کنه برای کار. حالا ولکن. میگه ور زوخت در فیندت، یعنی هر کی میگرده پیدا میکنه، کی میگرده پیدا میکنه. ور زوخت در فیندت. ولی نه فقط برای کار، توی خونه دنبال یه چیزی میگردید، گم کردید، میگید بابا من اینو پیدا نمیکنم. طرف میگه که ورزوخت دفیندت، یعنی جوینده یابنده است. کسی که میگرده پیدا میکنه. این اصطلاح خوبیه. بریم روی اصطلاح دوم ببینیم اصطلاح دوم چی هستش. دوم اصطلاحمون میگه این شوالب مخت دوخ کینن زوما. اینه Schwalbe macht doch keinen Sommer. Eine Schwalbe macht doch keinen Sommer. یعنی این که اگه به فارسی معنیش کنیم میشه با یه گل بهار نمیشه. تو آلمانی Eine Schwalbe macht doch keinen Sommer یعنی این که یه پرستو نمیتونه تابستون رو بیاره یا تابستون بکنه. ولی در اصل با یه بهار، با یه گل بهار نمیشه. حالا با یه گل بهار نمیشه در اصل کنایه به چیه؟ در اصل معنیش چیه؟ با یه گل بهار نمیشه میگه مثلا تو برای داشتن هدفت فقط این که به یه کار رو بخوای انجام بدی تا به اون هدف برسی اوکی نیستش. تو باید همه کارها رو انجام بدی، تلاش تو بیشتر بکنی تا به اون هدف برسی. برای مثال تو یه دونه گروه یک نفر از همه داره کارش رو درست‌تر انجام میده و بقیه همه‌شون درجا میزنن و از این کار در میرن و کار گروهی رو انجام نمیدن و برای مثال سرگروهی برمیگرده میگه امیدوارم تا آخر ما به هدفمون برسیم و مثلا برای مسابقه آماده بشیم. طرف برمیگرده میگه که این شوالب مخدو کنن زوما، یعنی با یه گل بهار نمیشه، یعنی فقط با یکی نمیشه. اگر گروه همه باید با هم دیگه تلاش کنن. شوالب یعنی پرستو دیگه، پرستو، چلچله. این شوالب مخت دوخ کینن زوما. اینم اصطلاح دوم. یه اصطلاح تو فارسی داریم میگن زندگی برد و باخت داره. تو آلمانی میگن
بعضی اوقات آدم میبره، بعضی اوقات آدم میبازه. منشمال گوینت من، منشمال فلیرت من. یعنی بعضی اوقات آدم میبره، بعضی اوقات آدم میبازه. گوینن گوونن، فلیرن فلورن. برای مثال ایش گوینه ایش هبه گوونن، ایش فلیغه ایش هبه فلوغن. فلوغن هم معنی های مختلف میده، گم کردن، از دست دادن. پس چی شد؟ منشمال گوینت من و منشمال فلیرت من. بعضی اوقات آدم میبره، بعضی اوقات آدم میبازه. خواستن توانستن است. مثل جوینده یابنده هستش که گفتش که ورزوخ دفیندت، اینجا میگه خواستن توانستن است. ور ویل در کن، ور ویل در کن، یعنی اینکه خواستن توانستن است. در از ور ویل کی میخواد، در کن اون میتونه. ورویل در کن. یه اصطلاحی هم داریم میگه باید بسوزی و بسازی. باید بسوزی و بسازی. حالا تو سیتواسیون های مختلف، موقعیت های مختلف، بستگی به اون موقعیت داره که این رو بتونید برای طرف مقابل استفاده کنی. البته امیدوارم هیچ وقت چنین اصطلاحی رو استفاده نکنید، فقط دونستنش رو بدونید که چی میشه. میگه دمیت موستو لبن، دمیت موستو لبن، یعنی باهاش باید زندگی کنی. تو فارسی بهش میگن باید بسوزی و بسازی. دمیت موستو لبن. این هم 5 تا اصطلاح امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. بازم ازتون میخوام اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید عضوش بشید، زنگوله بغلش رو فعال کنید تا ویدیو جدیدی که میذاریم همون لحظه برای شما تو گوشی یا لپتاپ یا کامپیوترتون پیغام بیاد که ویدیو جدید از کانال ما اومده. و ویدیوها و کانال ما رو لطفاً به دوستاتون که هنوز نمیشناسن معرفی کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.